راه اندازی آزمایشی دهلیز ترانسپورتی افغانستان و چین، بازداشت دو دانشجوی دانشگاه تخار از سوی طالبان، ادامه بازداشت‌ها در پنجشیر، اخطار بی پیشینه محمد محقق به طالبان، آرزو نوبهار محمد محقق را بیاب ساخت، ادای باور نکردنی طالبان در سراسر کشور، حتی یک جریب زمین نیز تریاک و چسب کشت نشده است، و در پایان واکنش ایران بعد درگیری های اخیر طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. اداره خطران افغانستان با نشر خبرنامه از آغاز کار آزمایشی یک دهلیز جدید اقتصادی بین افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان و چین خبر داد. اداره خطران افغانستان روز دوشنبه 28 سنبله با نشر اعلامیه گفت یک دهلیز جدید اقتصادی بین افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین ایجاد شد. این اداره تاکید کرده که اموال چینی بعد از رسیدن به قرقیزستان در خط آهن بارگیری و تا چند روز آینده به بندر ایرتان خواهد رسید. در این اعلامیه آمده است که ازبکستان برای حمل و نقل محصولات از طریق این کشور 70% تخفیف و سایر کشورهای شرکت کننده این دهلیز نیز تا 50% تخفیف قائل شدند. به گفته اداره خطران افغانستان، این انتقالات توسط شرکت دهلیز واخان انجام می شود. طالبان دو دانشجوی دانشگاه تخار را بازداشت کردند. منابع در دانشگاه تخار می گویند که نیروهای استخبارات طالبان دو دانشجوی این دانشگاه را بازداشت کردند. این دو نفر نمایندگان خوابگاه دانشگاه تخار بوده و از صبح امروز بازداشت و به زندان استخبارات طالبان منتقل شدند. یک منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که نیروهای استخبارات طالبان به خوابگاه هجوم برده و با خشونت نمایندگان دانشجویان را با خود بردند. تا کنون دلیل بازداشت این دو دانشجو روشن نیست. به گفته منبع، این دو نفر پس از مشاجره دانشجویان با مسئولان خوابگاه به دلیل توزیع غذای فاسد بازداشت شدند. ادامه بازداشت ها در پنجشیر. منابع محلی در پنجشیر از بازداشت دست کم 14 جوان از سوی طالبان در این ولایت خبر می دهند. به گفته منابع، این جوانان صبح سه شنبه 29 سنبله از روستاهای بخش خیلی بالا و پایین ولسوالی رخه پنجشیر توسط طالبان بازداشت شدند. منابع می افزاین که طالبان از چند روز به این سو در بخشهای مختلف پنجشیر دهها غیر نظامی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. منابع تصریح می کنند که در میان افراد بازداشت شده کهنسالان و نوجوانان نیز شاملند. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. گفتنی است که از هفته گذشته به این سو نقاط مختلف پنجشیر گواهی درگیری های شدید میان طالبان و جبهه مقاومت ملی بوده و در پی این درگیری ها به طرف های درگیر جنگ تلفات سنگین وارد شده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طالبان مدعی شده است که در سراسر کشور حتی یک جریب زمین نیز تریاک یا چسب کشت نشده است. عبدالحق آخوند که روز سه‌شنبه 29 سنبله گزارش دستاوردهای یک سال اخیر این معینیت را ارائه میکرد، این موضوع را مطرح کرده است. او گفته که طالبان در امر مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است. از سوی دیگر، مسئولان طالبان در معینیت مبارزه با مواد مخدر گفتند که در یک سال گذشته 2000 تن را از وظیفه سبکدوش و بیش از 2000 تن دیگر را در این اداره به کار گماشتند. طالبان در حال از دستاوردهایشان در مبارزه با مواد مخدر سخن میزنند که ناظران و نهادهای مستقل از افزایش کشت و تجارت بی پیشینه مواد مخدر در افغانستان خبر میدهند. پیشتر شورای اتلانتیک در گزارش گفته بود که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تجارت انواع مختلف مواد مخدر در این کشور رونق بیشتری پیدا کرده است. محمد محقق میگوید در تعامل با طالبان مذهب جعفری خط سرخ ماست. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان میگوید که در تعامل با طالبان
شناسایی مذهب جعفری خط سرخ ماست. او سه شنبه 29 سنبله در صفحه فیسبوک خود نوشته است که برخی از خائنین گفتند که در تعامل با طالبان عدم رسمیت مذهب شیعه مانع نیست. روشن نیست که چنین اظهاراتی را چه کسی مطرح کرده است. محقق که عضویت گروه از چهره‌های سیاسی موسوم به شورای مقاومت برای نجات افغانستان را دارد نوشته است بعضی خائنین که گفتند در تعامل با طالبان به رسمیت نشناختن مذهب شیعه مانعی نیست از کیسه خلیفه بخشیدن مذهب جعفری خط سرخ ماست کسی با آن بازی نکند که از جرگه ما ترات می شود مذهب جعفری و قانون احوال شخصی شیعیان در زمان حکومت کرزی به رسمیت شناخته شد پس از روی کار آمدن طالبان اما تنها فقه حنفی رسمیت دارد و در محاکم این گروه تطبیق می شود شورای علمای شیعه افغانستان بارها از حکومت طالبان خواسته تا مذهب جعفری در افغانستان را به رسمیت بشناسد اما تاکنون طالبان به این خواست پاسخ ندادند در این حال آرزو نوبهار روی برگه فیسبوکش نگاشته است استاد محقق ربایی می سراید و هم معذاره ها به اجبار کوش داده می شوند منابع محلی در ولایت دایکندی می گویند که طالبان از دو هفته به این سو در ولسوالی خدیرین ولایت 10 خانواده را کوچ اجباری دادند 8 صبح این در حالی است که سران قوم هزاره در خارج از کشور در عیش و عشرت زندگی می کنند و از لحظه های زندگیشان لذت می برند. استاد محقق کسی که سالهاز از آدرس قوم شریف هزاره ما نان خورد و صاحب آرگاه و بارگاه گردید اما نسبت به همه جنایت طالبان خاموشی اختیار کردند و عملا کاری برای بیرون رفت اوضاع کشور نکردند. به تازگی استاد محقق در کشور ترکیه به کودک تازه تولد شده ایشان ربایی می سراید و از درد و غم ملت مظلوم هزاره خبری نیست و در پایان سخنگوی وزارت خارجه ایران در تازه ترین اظهاراتش در پیوند به تحولات اخیر افغانستان گفته است که درگیری های نظامی در این کشور شکل گیری یک دولت فراگیر را مختل خواهد کرد خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه 28 سنبله گزارش داده است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را در پاسخ و پرسش در پیوند و تیرباران اسیران جنگی از سوی طالبان در پنجشیر مطرح کرده است سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این کشور از هیچ نیروی نظامی در افغانستان حمایت نمی کند کنعانی تاکید کرده که ارتباط کشورش هم با طالبان و هم با مخالفان این گروه برقرار است. ایران از کشورهای پرتعامل با گروه طالبان است. تشکر از توجهتان تا ویدیوهای دیگر الان نگهدار.